در برنامه امروز میخواهم درباره پدیده لکه های خورشیدی سخن بگویم و آن این است که گاهی روی سطح خورشید لکه های سیاهی پدیدار میشوند. این پدیده نه تنها از نظر فیزیکی بسیار مهم است و چیزهای بسیاری درباره خورشید و ساختار درونی آن به ما میآموزد، میتواند بر جو و آب و هوای کره زمین هم تأثیر بسیار بگذارد. این لکه ها را با چشم برهنه نمیتوان دید و نکوشید این کار را بکنید، زیرا به چشم خود آسیب جبران ناپذیر وارد میکنید. وقتی که شمار لکه ها بسیار باشد یا اندازه آنها بزرگ، در برخی اوضاع و احوال جوی هنگام برآمدن یا فرو رفتن خورشید، برخی کسان می توانند آنها را با چشم برهنه ببینند. این تصویر سمت راست گرده خورشید را در ژانویه سال 2005 نشان می دهد. در آن هیچ لکه‌ای دیده نمی شود. در تصویر سمت چپ که در ماه مارس سال 2001 گرفته شده، تعدادی لکه خورشیدی می بینید. این تصویر بزرگ نمایی یکی از این لکه هاست. یکی از همکاران اخترشناسم می تواند لکه ها را با چشم برهنه ببیند. بیاد می آورم سالها پیش یک بار با این دوست در نپایشگاه اروپایی در شیلی هنگام شامگاه فرو رفتن خورشید را می نگریستیم. باید بگویم که دیدن فرو رفتن خورشید در اقیانوس آرام از فرازای 2800 متری کوههای آند در شیلی چنان شکوهی دارد که انسان را به جهان دیگری میبرد. من با این دوست اخترشناس هر روز که در نپایشگاه بودیم با هم از دیدن فرو رفتن خورشید که هرگز دو بار یک جور نیست لذت میبردیم. یک بار به من گفت که لکه های روی خورشید را میبیند. ما به لکه های خورشیدی هور لک هم میگوییم، از هور خورشید و لک لکه. میگویند کهن‌ترین دیدن هورلک ها در اروپا به فیلسوف آتنی تئوفراستوس برمیگردد در سده چهارم پیش از میلاد. تئوفراستوس شاگرد ارسطو بود و آمده است که وقتی گفت روی گرده خورشید لکه سیاه دیده است، ارسطو برآشفت، زیرا این با نظر ارسطو سازگاری نداشت. ارسطو معتقد بود که هرچه در آسمان هست از عنصری نامادی به نام اتر، در عربی اثیر، ساخته شده است. ویژگی اتر این است که هرگز دگرگون نمی شود، جاودانی و خدش ناپذیر است. ارسطو می پنداشت که خورشید از اتر ساخته شده، بنابراین ناب و پاک و جاو و بیالایش است و نمیتواند لکه‌دار باشد. آموزه های ارسطو به مدت نزدیک به 2000 سال بر جهانبینوی اروپاییان حاکم بودند و در نتیجه اندیشه فلسفی و علمی به انجماد در آمده بود. در مقایسه کهن‌ترین اشاره به هور لکه‌ها در چین به چند سده پیش از میلاد باز می‌گردد. چینیان برای نگریستن به خورشید از تیغه های بسیار نازک زبرجد استفاده می کردن و می توانستن هورلک ها را ببینن. آنان هورلک ها را بدشگون می دانستن. اخترشناسان دربار مأموریت داشتند که پدیدار شدن آنها را به امپراتور گزارش دهند و گاهی پیش می آمد که وقتی اخترشناسی چنین خبر بدی را به امپراتور می داد، امپراتور می‌فرمود سر از تن او جدا کنند. در اروپا پیش از اختراع تلسکوپ، نخستین کسی که از وجود هورلک‌ها در کتاب خود سخن گفته و شکل آنها را روی گرده خورشید کشیده، راهب انگلیسی جان ورسستر در سال 1128 است. او همزمان عمر خیام بوده است. منتها این کتاب از نظرها دور ماند و کسی تا صده‌ها بعد به آن توجه نکرد. بنابراین تصور می‌شد کهن‌ترین زمانی که اروپاییان هورلک‌ها را دیدند
در سالهای 1367 و 1371 در روسیه بود. در این دو سال آتش سوزی های مهمی در جنگل های روسیه روی دادند. آنسان که دود آسمان را تیره کرده بود، از پشت پرده دود میشد سطح خورشید و لکه های روی آن را دید. پس از اختراع تلسکوپ چند تن همزمان و جدا از هم لکه های خورشید را با تلسکوپ دیدند. برای این کار به جای نگریستن مستقیم با تلسکوپ به خورشید که به چشم آسیب می‌رساند، تصویر خورشید را روی پرده‌ای پشت تلسکوپ می‌انداختند و گرده خورشید را روی پرده نگاه می‌کردند. هنوز هم از این روش استفاده می‌شود. به احتمال نخستین کسی که این کار را کرد تامس هریوت در انگلستان بود در سال 1610. دو آلمانی هم داوید و یوهانس فابریسیوس که پدر و پسر بودند در سال 1611 هورلک‌ها را نپاهیدند. ولی کسی که بسیار به این موضوع توجه نشان داد و به طور جدی به نپاهش لکه‌ها پرداخت کریستوف شاینر آلمانی بود در سال 1611. او در این باره کتابی نوشت که در 1612 منتشر شد. منتها شاینر مسیحی بسیار معتقدی بود، از فرقه یسوعیان جزوئیت، به ناب بودن خورشید اعتقاد داشت. میخواد ثابت کند که این لکه ها در واقع وجود ندارند، سایه سیاره ها هستند که بر گرده خورشید میافتند. گالیله هم با تلسکوپ خود لکه ها را نپاهیده بود و وجود آنها را دلیل دیگری بر نادرستی مدل ارسطو میدانست که زمین را مرکز گیتی میپنداشت. میان شاینر و گالیله درباره چیستی لکه ها بحث در میگیرد. گالیله در دو نامه به او میگوید که لکه ها به سطح خورشید چسبیدن، در گرده خورشید پدیدار میشوند، شکل خود را تغییر میدهند و سرانجام از میان میروند. شاینر همچنان به نپاهش لکه ها ادامه داد و 20 سال بعد در کتابی که منتشر کرد پذیرفت که لکه ها روی سطح خورشید پدید می آیند. گالیله با نپاهش لکه ها پی برد که همگی آنها با هم جای خود را تغییر می دهند. از آنجا نتیجه گرفت که این حرکت همگانی لکه ها بر اثر چرخش خورشید است به گرد محور خود. بدینسان گالیله چرخش خورشید را کشف کرد. کسی که تقریبا همه زندگی خود را صرف پژوهش درباره هورلک ها کرد هاینریش شواب در آلمان بود. او اصلا داروساز بود ولی داروسازی را رها کرد. در آن زمان اخترشناسان میپنداشتند که سیاره‌ای نزدیکتر از عطارد به خورشید وجود دارد. نام این سیاره فرضی را وولکان گذاشته بودند و هدف شواب کشف این سیاره بود. به مدت 42 سال از 1825 تا 1867 هر روز که آفتابی بود شواب خورشید را مینپاهید و جای لکه های روی آن را تعیین میکرد، زیرا آن سیاره فرضی بسیار نزدیک به خورشید میبایست مانند لکه‌ای بر سطح خورشید دیده شود. وولکان را نیافت ولی کشف بسیار مهمی کرد و آن اینکه تعداد لکه ها به طور منظم تغییر می کند و دارای دوره یا چرخه است 10-11 ساله. هر 11 سال شمار لکه ها فراوان می شود، بعد تعدادشان فروکش می کند تا در حدود 5-6 سال بعد که چرخه تازه ای می آغازد. در حوالی سال 1904 اخترشناس انگلیسی ادوارد ماندر ماه به ماه محل دقیق لکه هایی را که در آغاز دوره افزایش لکه ها پدیدار می شوند نسبت به استوای خورشید رصد کرد و دید که نموداری به شکل پروانه به وجود می آید، به این معنا که نخستین لکه ها در عرضهای جغرافیایی 30-40 درجه روی سطح خورشید در نیمکره های شمالی و جنوبی خورشید پدیدار می شوند و لکه های بعدی در عرضهای پایین تر به سوی استوای خورشید پدید می آیند. این تصویر در بالا نمودار پروانه مانند را برای دوره های
از حوالی سال 1880 تا به امروز نشان می‌دهد. نمودار هر 10-12 سال یک بار تکرار می‌شود. یک بال پروانه متعلق به نیمکره شمالی و بال دیگر از آن نیمکره جنوبی خورشید است. شکل پروانه تغییر نمی‌کند، ولی بزرگی بالها کم و زیاد می‌شود. فاصله‌های میان پروانه‌ها دوره‌های آرامش خورشید را نشان می‌دهند که در آنها تعداد لکه‌ها بسیار کم می‌شود. تصویر پایین نمایانگر تعداد لکه‌ها در هر دوره است. سال‌هایی که لکه‌ها بسیارند، دوران بیشینه خورشیدی نامیده می‌شوند. سال‌هایی که لکه‌ها بسیار کمند، کمینه خورشیدی. لکه‌های خورشیدی پدیده است مغناطیسی، زایده جریان‌های ذره‌های باردار در زیر سطح خورشید. خط‌های میدان مغناطیسی خورشید گاهی از زیر سطح خورشید بیرون می‌زنند و دوباره دورتر به درون خورشید فرو می‌روند. لکه‌ها جاهایی‌اند که خط‌های مغناطیسی بیرون می‌زنند یا فرو می‌روند. سیاه رنگ به نظر می‌رسند چون دمای آنها نزدیک به 2000 درجه از دمای میانگین سطح خورشید کمتر است. شدت میدان مغناطیسی در لکه‌ها هزاران برابر بیشتر از میدان مغناطیسی میانگین سطح خورشید است. لکه‌ها اندازه‌های گوناگونی دارند، از چند کیلومتر که چند روز بیشتر دوام نمی‌آورند تا اندازه ده‌ها برابر سطح کره زمین که هفته‌ها یا گاهی ماه‌ها ادامه می‌یابند. لکه‌های خورشیدی یکی از پدیده‌هایی است که فعالیت درونی خورشید را نشان می‌دهند. این گونه پدیده‌ها بسیارند، ولی وقت پرداختن به آنها را نداریم. در دوره‌های بیشینه خورشیدی، یعنی وقتی که لکه‌ها بسیارند، انفجارهای بسیار نیرومندی در سطح خورشید روی می‌دهند. با هر انفجار میلیاردها تن ذره‌های باردار با سرعت بسیار تا 2000 کیلومتر در ثانیه به بیرون پرتاب می‌شوند. اگر این انفجارها در جایی از سطح خورشید باشند که رو به کره زمین دارند، وقتی ذره ها به کره زمین میرسند، میدان مغناطیسی زمین را دچار اختلال میکنند. برای نمونه در سال 1946 هنگام جنگ جهانی دوم، یک زیردریایی آمریکایی به مدت 48 ساعت ناپدید شد و نمیتوانستند با آن ارتباط رادیویی برقرار کنند. در آغاز پنداشتند که کار آلمانی هاست، ولی بعدها معلوم شد بر اثر انفجار خورشیدی بوده است. همچنین در 13 مارس 1989 شبکه سراسری برق کبک در کانادا از کار ایستاد و 9 میلیون تن ساعتها در خاموشی فرو رفتند. علت این رویداد هم چنین انفجار خورشیدی بود. همکنون می‌دانیم که چرخه یا دوره 10 ساله بر آب و هوای کره زمین تأثیر می‌گذارد. در سده‌های 12 و 13 میلادی اروپا بسیار گرم بوده است، به طوری که در اطراف لندن انگور کشت می‌شده و شراب می‌ریختند. این با دوره بیشینه خورشیدی همزمان بوده است. همچنین در سده 17 و آغاز سده 18 کمینه خورشیدی مهمی روی داده است. زمستان‌ها بسیار طولانی و سرد بودند. کشاورزی دستخوش دشواری‌های بسیار بوده است. مردم از قحطی رنج می‌بردند. یکی از علت‌های انقلاب فرانسه در سده 18 را همین دوره کمینه خورشیدی دانستند. گفتم یکی از علت‌ها و نه تنها علت. آخرین بیشینه خورشیدی در سال 2014 روی داد، که یکی از ضعیف‌ترین بیشینه‌های خورشیدی بوده است. تنها در حدود 80 لکه بر سطح خورشید پدیدار شدند. در مقایسه یکی از بیشینه‌های مهم که در سال 1960 به اوج رسید، بیش از 200 لکه داشت. وقت ما به پایان رسید. همکنون تعداد لکه‌های خورشید کمتر شده و به در حدود 20 لکه رسیده است. در سال 2020 به کمینه خورشیدی خواهیم رسید. قطب‌های مغناطیسی خورشید جای خود را عوض خواهند کرد و چرخه تازه‌ای آغاز خواهد شد.